هنرمند عزیز دیگری به ما خواهد پیوست که یکی از سین‌های موسیقی ایران هست. اینو من هر سال میگم به دلیل اینکه واقعا ما در هفت سین موسیقیایی خودمون هم سین‌های بسیاری داریم هستن. مثلا سوسن یکی از این عزیزان بود. هفت سینمون کامله، ولی یکی از این سین‌ها سعید محمدیه. سعید محمدی رو بسیاری از شما به عنوان خواننده میشناسید، آهنگساز بسیار خوبیه و یکی از خصوصیاتی که داره که بسیار تحسین برانگیزه که در ما ایرانیان کاش بیشتر و بیشتر بشه، دست و دلبازی و همکاری است با هنرمندان دیگه. این کاری است که هر هنرمندی انجام نمیده، به خاطر اینکه باید یک جنراسیتی و دست دلبازی هنری وجود داشته باشه و انقدر خودش پر باشه که به دیگران روا داشته باشه برای موفقیتشون. بسیاری از هیتایی که شما میشنوید، کارهایی که قشنگ هست و بارها و بارها لذت بردید ازش، از کارهای سعید محمدی هم هست که خیر مقدم میگم بهش. بسیار خوش اومدی سعید جان، خیلی لطف کردی، میدونی که از دوستانت هستم. درود به یکایکتون. ببخشید صدای من یه خود همیشه انرژیش خیلی زیاده. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. عزیزم سپاسگزار هستم از این همه محبت. سپاسگزار هستم از علیرضا حکمت‌شور و رادیو 670 که به من این فرصتی دادیم. منم مثل مرتضی جون اونجور که گفتن مهمان هستم امشب، ولی مهمانی که به هر حال دیگه خواننده که هستی به قول معروف خودتون میدونی یه دهن باید بخونی، همه رو باید مهمون کنی. و در این که من شما گفتی که دست و دلباز هستم، یه قسمتی اصلا از کاریر خوانندگی من این بود که آهنگسازی بکنم و ترانه‌سرایی بکنم و با افتخار این رو به همکارانم دادم و این روزگاری که به هر حال یه مدتی یه 10-20 سالیه که از اون زمانی که همه فعال بودیم و هنوز موسیقی زیرزمینی به قول معروف از ایران نیامده بود، یه 10-20 سالی گذشته و حالا میبینم همه اون آهنگ ها پشتوانه قوی شده برای اینکه ما با شما هنوز در ارتباط باشیم و من خیلی خوشحالم. همینجا با دوستانم که نشسته بودیم اتفاقا میخواستم یکیش همین منصور عزیزم که یه آهنگ آبیت، اولین آهنگ آبیتی که منصور خوند و من بهش تقدیم کردم، مرتضی جان، بله، نیما جون، همه اینجا به هر حال دوستانی هستن که من باشون همکاری داشتم و باعث خوشحالی پیش بود. از اینکه اجرا بکنی، کارهای قشنگت رو تقدیم بکنی، چون مرتضی جان عزیز و همچنین دوستان عزیز دیگر، هنرمندان دیگر در ارتباط با زن زندگی آزادی صحبت کردن، اینجا لازمه که من بگم سعید محمدی هم در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیری داشت و آهنگ روسریت رو در بیار که مهدی یراحی اون رو اجرا کرد کار سعید محمدی است که در اونجا با تغییراتی بازخوانی شده و براش دست بزنیم، به خاطر که این آهنگ واقعا در سطح جهان مطرح شد و کاری است که سعید محمدی برای اولین بار رو انجام داده که قدردان هستیم سعید جان. مهم اینه که این مسیج، این پیام به گوش همه برسه، حالا توسط تو یا توسط یک هنرمندی که در داخل ایرانه. قشنگه این که واقعا اونها در ایران هم با ما هم صدایی میکنن. واقعا من به خودم میبالم اگر که من یه دونه آهنگ اعتراضی نخوندم، آهنگای اعتراضی بسیاری خوندم، خیلی هاشو شاید خیلیاتون اصلا نشنیدین، اصلا مهم نیست. مثل این میمونه که یک سربازی تیرهاش رو به سوی دشمن رها میکنه ولی یه دونش بخوره به قلب اون دشمن، ممکنه صدها تیرش بره و در آسمان گم بشه. از تو سپاسگزارم که واقعا هوشمندانه و نکته سنجانه این مسئله رو مطرح کردی. بله آقای یراحی خوندم و من همون موقع اعلام کردم تمام آهنگ های من که واقعا ناچیزه، هیچی نیست، تقدیم یک هنرمندانی که در داخل انقدر شهامت دارن که بیان حرفی رو که من جرأت میکنم بیرون بزنن رو بیان دوباره بخونن و اجرا کنن. به افتخار همشون دست میزن. این شما و این سعید محمدی. بخونید با شک ندارم مثل تو روی زمین نیست، باور نداری تو خودت بیا ببین نیست، من از همون اول تو رو فهمیده بودم، تو رو با چشمم نه با قلبم دیده بودم، حرفای تو شبیه حرفای کسی نیست، خوب میدونم
نفسی نیست، نه شک ندارم مثل تو روی زمین نیست، همو به حرف من فقط از تو همین کسی نیست. خوب میدونم که جز تو هیچ هم نفسی نیست، نه شک ندارم مثل تو روی زمین نیست، تموم حرف من فقط از تو همین نیست. نه شک ندارم مثل تو روی زمین نیست، باور نداری تو خودت بیا ببین نیست، من از همون اول تو رو فهمیده بودم، تو رو با چشمم نه با قلبم دیده بودم. چه باش کوه و چه آشغانه، محبتت رو تو هدیه کردی، منی که گم بودم و دوباره با عشق نابه تو پیدا کردی، چه بی طبق و خوبی ها تو هدیه کردی، خودت قضاوت کن ببین با من چه کردی، تو هر شرایطی با حال سازگاری، چه توی قرش آشتی و چه بیقراری. نشک ندارم مثل تو روی زمین نیست، باور نداری تو خودت بیا ببین نیست، من از همون اول تو رو فهمیده بودم، تو رو با چشمم نه با قلبم دیده بودم. خیلی سپاسگزارم، پیشا پیش بهتون سال نو رو شاد باش میگم، به قول معروف میگن این روزها فقط این رو بگیم، نوروزتون پیروز، موفق و مؤید باشید.